برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. وزارت حج و اوقاف افغانستان تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه 7 فروردین اعلام کرده سهمیه حج افغانستان در سال 1403 شمسی 30,000 نفر است. وزیر حج و اوقاف طالبان مصارف هر زائر را 3,865 دلار اعلام کرد و گفت که حجاج شیعه باید 50 دلار بیشتر بپردازند. این مقام گروه طالبان اما درباره دلیل افزایش هزینه زیارت حج شیعیان توضیحی نداده است. از سوی دیگر یک مقام ارشد طالبان به رسانه‌ها گفته که امسال از میان 30,000 سهم حج 14,200 سهم آن به اعضای گروه طالبان داده شده است. منابع محلی در استان بادغیس در شمال غرب افغانستان از جان باختن 2 تن در پی سرازیر شدن سیلاب و فرو ریختن دیوار خانه در این استان خبر داد. از سوی دیگر هم منابع محلی در بادغیس تایید می کنند که به دنبال بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب جاده بالا مرغاب قلعه نونیز بسته شده است. در همین حال منابع محلی در استان فاریاب می گویند که یک مرد و یک کودک در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در این استان جان باختند. گفتنی است طی چند روز گذشته بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب در چندین استان افغانستان باعث تلفات انسانی و خسارات هنگفته مالی شده است.